نظر میاد که این دور از مذاکرات آتش بس بین اسرائیل و حماس هم علارغم تمام امیدهایی که دست کم روز شنبه وجود داشت رو باید شکست خورده دونست. هیئتی که از حماس به قاهره رفته بود عصر یک شنبه اعلام کرد که به قطر برمیگرده، البته اونها گفتند که به قطر برمیگردند برای مشورت، اما همین که اونها هنوز جواب خودشون رو اعلام نکردند به پیشنهادی که روی میز بوده و از این طرف صحبت‌هایی که ما داشتیم از سوی بنیامین نتانیاهو و همچنین از سوی یوآف گالانت نشون میده که این دور از مذاکرات هم به هیچ نتیجه ای نرسیده. دلیلش هم به نظر میاد این هست که حماس همچنان بر سر یکی از شروط اصلی خودش داره پافشاری میکنه، اون هم این هست که تنها در صورتی با یک توافق آتش بس موقت موافقت خواهد کرد که اسرائیل تعهد بده که تمام نیروهای خودش رو از نوار غزه خارج میکنه، موضوعی که بنیامین نتانیاهو امروز گفت که اون رو هرگز نخواهد پذیرفت. گفت چنین اقدامی به حماس اجازه خواهد داد که نیروهای نظامی خودش رو بازسازی کنه. به گفته او شبه نظامیان حماس از تونل‌ها یا سوراخ‌ها خارج بشن و دوباره به اسرائیل حمله کنند و این به گفته نتانیاهو شکست اسرائیل و پیروزی حماس، جمهوری اسلامی ایران و محور شرارت خواهد بود. یوآف گالانت هم گفت که وزیر دفاع اسرائیل که اینطور به نظر میاد که حماس خواهان هیچ آتش بسی با اسرائیل نیست و به همین دلیل هم به گفته او باید هرچه زودتر عملیات در شهر رفح آغاز بشه. این در حالی هست که به نظر میاد دست کم یکی از طرفهای درگیری مذاکرات هنوز امید خودش رو 100% از دست نداده، چرا که رئیس CIA ویلیام برنز شامگاه یک شنبه به قطر سفر کرده بر اساس گزارش ها برای اینکه در اونجا دیدار بکنه با نخست وزیر قطر و تلاش ها رو برای اینکه بتونه حماس رو از یک طرف و از این طرف اسرائیل رو راضی بکنه که به یک آتش بس دست پیدا بکنن ادامه بده. همه اینها در حالی هست که روز یک شنبه در حالی که مذاکرات در قاهره ادامه داشت، حماس بین 10 تا 14 خمپاره رو از شهر رفح به سمت گذرگاه کرم شالوم بین اسرائیل و نوار غزه شلیک کرد که موجب جراحت دست کم 10 نفر شد که جراحت شماری از اونها بسیار وخیم گزارش شده. اقدامی که با واکنش های در اسرائیل روبرو شد، از جمله رئیس جمهور اسرائیل که گفت حماس به شریان حیاتی نوار غزه حمله کرده، جایی که کمک های بشر دوستانه از اون وارد نوار غزه میشه، چرا که به گفته رئیس جمهور اسرائیل حماس هیچ ارزشی برای بشریت قائل نیست. همه اینها رو که کنار هم بذاریم شاید به این نتیجه برسیم که ما در روزهای آینده به جای اینکه منتظر آتش بس و یک توافق باشیم، احتمالاً باید منتظر باشیم و ببینیم که کی اسرائیل عملیات خودش رو در شهر رفح آغاز خواهد کرد.